و اما سایکولوژیک افکت. در خصوص این بخش باید بگم که این بخش بسیار بسیار گسترده هست و به خیلی فاکتورها و عوامل متعددی بستگی داره. یعنی از زمانی که یک تماس صورت میگیره اطلاعات بسیار گسترده بین دو نفر رد و بدل میشه که از بعد عاطفی عنوان میکنن که بهتر است به دلیل ارتباط مثبت انرژی ها، برقراری بالانس انرژی، جنس مخالف حتما باشه. پس این یک فاکتور هست که میتونه در ابعاد سایکولوژیکال به شما کمک کنه. اما نکته حائز اهمیت اینه که یک زمانی هست که شما از لحاظ خلق و خو تو چه وضعیتی هستید، چه تراپیست، چه کسی که میاد مراجعه میکنه، یعنی کلاینت یا پیشنت. اگر اون کلاینت به شما اعتماد کامل داشته باشه و اعتقاد داشته باشه که موقعی که به مرکز شما مراجعه میکنه حالش خوب میشه، شما خیلی خوب میتونید براش مؤثر واقع بشید. ولی در عوض اگر که هیچ اعتقادی به این کار نداشته باشه و یه حس منفی داشته باشه، مطمئناً شما بهترین تراپیست باشید، بهترین تکنیک ها را هم بخواید به کار ببرید، شاید اون تأثیر بایسته رو نتونید ایجاد کنید. و نکته دیگه‌ای که میتونه این فاکتورها رو بالا پایین کنه و تولرانسش رو تغییر بده، شرایط محیطی هست. یه موقعی هست که مرکزی که شما دارید توش کار میکنید، اون سنتره انقدر از نظر زیبایی، دیزاین و چیدمان و اون بحث فنگشویی و گردش انرژی ها به قدری صحیح این کارا اتفاق افتاده، از نظر نورپردازی، از نظر رنگبندی، از نظر آرامشی که در اون محیط به اصطلاح برقراره، که اگر که چنانچه شما یک تراپیست آماتور باشید و زیاد خیلی حرفه‌ای نشده باشید، اون محیط کمک میکنه که فردی که مراجعه میکنه به مرکز شما حس خوبی بگیره، هرچند شما زیاد حرفه‌ای رفتار نکنید. و عکس این موضوع هم صادقه. ممکنه شما یک تراپیست بسیار با تجربه، بسیار با دانش باشید، ولی جایی خدماتتون رو ارائه بدید که حس خوبی رو به کلاینت انتقال نده. یعنی محیط، شرایط محیطی ممکنه میتونه سر و صدا باشه، میتونه عوامل استرسزا باشه که اینها میتونه کیفیت ماساژ شما رو تغییر بده. پس در اینجا فکر میکنم که نکاتی که لازم بود در خصوص کیفیت اندازه‌گیری ماساژ رو خدمتون عرض کرد. در پایان از دوستان، همکارانی که در این زمینه سابقه و تجربه ای داشتن درخواست میکنم که اگر که نکته ای رو به ذهنشون میرسه که حالا بنده یا اشاره نکردم یا جزء تجربیات و دانش خودشون بوده رو با ما در میون بذارم، خیلی خوشحال میشم که برای من کامنت کنن.